یک عاشق یه دختری میشه، اما نمیدونه که این دختر چه آدم روانی و وحشی میتونه باشه. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلم آدیشن محصول سال 1999 رو آوردم. این فیلم یکی از مهمترین توی سبک منزجرکننده و اسلشر دنیا حساب میشه. داستان انتقام و عذابهای شخصی یه آدم هم به نمایش میذاره که آخر فیلم خیلی با در موردش صحبت بکنیم، برای همین حتما اون تحلیل آخر رو گوش بکنید، چون خیلی از سکانس‌های فیلم توهم و رویا هستن و هر کدومشون یه سمبل مهم رو دارن به نمایش میذارن. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپل کامرا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم پسری میبینیم که یه کار دستی درست کرده بیمارستان میاد. وقتی به اتاق مادرش میرسه میفهمه همین لاتینو شو از دست داده و همسرش یعنی مردی به اسم شیگاهارو با ناراحتی کنارشه. حالا میریم به مدت ها بعد. شیگاهارو و پسرش به زندگی تقریبا عادی برگشتن و همراه سگشون روزای خوبی رو میگذرونن. پسر مدام به پدر گیر میده که وقتش دوباره ازدواج کنی و زندگی تو اینطوری هدر ندی. میبینیم که شیگاهارو یه مرد خیلی پول داره، اما مشخص تنهاست. حتی منشی دفترش که داره ازدواج هم میکنه جریان عروسیشو هی با تیکه و کنایه مدام به این مرد میگه تا بهش بفهمونه که زندگی خوبی داره. دلیلشو بعدا میفهمیم که چرا این رفتار عجیبو نشون میده. وقتی شب میشه و شیگاهارو با دوستش به بار میرن، بحث دخترهای مختلف وسط میاد و شیگاهارو میگه که میخوام دوباره ازدواج کنم. دوستش هم با خاطر کاری که داره پیشنهادی به شیگاهارو میده که اونم خیلی خوشش میاد. قرار میشه یه تبلیغ الکی برای استخدام بازیگر پخش کنن تا دخترهای زیبا بیان و بینشون یکی رو انتخاب کنن و این مرد باهاش قرار بذاره. روز بعدی هم همین کارو میکنن و تا شب کلی رزومه و پیشنهاد مختلف برای شیگاهارو ارسال میشه. وقتی توی خونه داره عکسشون رو نگاه میکنه، پسرش میاد به اتاق و میگه که یکی از همکلاسیهای دخترش اومدن اینجا تا مثلا درس بخونن. پدر خیلی از این خبر خوشحال میشه و بهش تبریک میگه. بعدم بقیه عکس‌ها رو میبینه و نگاهش جلب یه دختر به اسم آسامی یامازاکی میشه. آسامی تو رزومش نوشته که قبلا رقص باله بوده و به خاطر آسیبی که به کمرش رسیده نتونسته علاقش رو ادامه بده و الانم بازیگری میکنه. با اینکه اون رویا همه زندگیش بوده، ولی مجبوره به زندگی ادامه بده. بعدم میره تا دوست پسرش رو ببینه که دارن تقریبا با هم لاس میزنن و میخندن. پدر بهونه بیرون بردن سگ تنهاشو میذاره و به پسر علامت میده که راحت باشید. روز بعد میرسه. دخترهای انتخاب شده برای مثلا تست بازیگری میان و شیگاهارو با تردید نگاهشون میکنه. انگار خودش هم میدونه این کارش یکم زشته و اشتباهه. هر دختر سوالات مختلفی میپرسن و نوبت به آسامی میرسه. دختری که شیگاهارو از اول چشمشو گرفته بود. وقتی آسامی توضیح میده که زندگی سختی داره و سعی میکنه با بازیگری زندگیشو بگذرونه، شیگاهارو بیشتر از خوشش میاد. شب میشه و شیگاهارو به شماره آسامی زنگ میزنه و باهاش به بهونه کار یه قرار میذاره. وقتی هم دختر تایید میکنه خیلی خوشحال میشه. منتها دقیقه بعد رفیقش بهش زنگ میزنه و خبر عجیبی میده. مدیر برنامه‌های آسامی که این دختر اسمش توی رزومه نوشته، نزدیک یک ساله که گم شده و هیچکی ازش خبری نداره. اما خب این تأثیری تو برنامه شیگاهارو نمیذاره و برای دیدن آسامی میره به رستوران. برای راحت شدن خیال خودش در مورد مدیر برنامه که دوستش گفت سوال میکنه و آسامی تعریف میکنه که تا به حال اصلا این طرفو ندیده و فقط برای قوی شدن رزومه‌اش به دروغ اسم اونو نوشته بوده. بی‌توجه به این حرف قرارشون میگذره و یه سکانس از آسامی توی خونه‌اش می‌بینیم. روی زمین نشسته و خونه خیلی داغونه. یه گونی عجیبم گوشه خونه است. آسامی به تلفن جلوی خودش زل زده و منتظر تماس دوباره شیگاهارو، در حالی که این مرد تصمیم گرفته یکم قرارشون بگذره تا یه موقع به نظر نرسه که خیلی آدم هولیه. چیز عجیب اینه که 4 روز میگذره و آسامی حتی از جاش ذره‌ای تکون نخورده. روز 4 بالاخره شیگاهارو تلفنشو برمی‌داره و به دختر زنگ می‌زنه. با شنیدن صدای تلفن لبخند روی لب دختر میاد و همین لحظه می‌بینیم که اون گونی کنارش هم تکون می‌خوره، طوری که انگار یه آدم داخلشه. قرار دومشون سعی می‌رسه و این بار شیگاهارو تصمیم می‌گیره حقیقتو به آسامی بگه. برای این کار هم یه بهونه الکی میاره که اون فیلمی که قرار بود بسازن و آسامی براش تست داده کنسل شده، اما توضیح میده که خودش از آسامی خوشش اومده و می‌خواد با هم رابطه داشته باشن. دخترم خب با قضیه کنار میاد و این قرارشون هم تموم میشه. وقتی شیگاهارو به خونه میرسه، برای پسرش توضیح میده که با آسامی دوست شده و اونم خیلی خوشحال میشه. قرار بعدیشون هم به عنوان یه زوج میبینیم که شیگاهارو با آسامی به هتلی خارج از شهر میرن تا آخر هفته برای اولین بار با هم بگذرونن. شب میرسه و مرد خیلی به خاطر اولین رابطش استرس داره. هیچ صحبتی هم با هم نمیکنن و آسامی با درآوردن لباساش چراغ سبزشون میده. شیگاهارو هم میره سمتش، اما قبل شروع رابطه دختر شروع به صحبت میکنه. اول به آرومی زخمهای روی پاشو نشون میده که شیگاهارو هم با لبخندی میگه هنوزم به نظر من خیلی زیبایی. بعد دختر با اشک از مرد میخواد بهش قول بده که فقط و فقط عاشق خودش باشه، نه هیچ کس دیگه. شیگاهارو هم که کلا عقلش تو سالاره قول میده و میره زیر پتو که با هم منش بازی کنن. صبح روز بعد شیگاهارو بیدار میشه و خبری از دختر نیست. حتی میفهمه از هتل هم خارج شده و به مسئولش گفته دیگه برنمیگرده. شیگاهارو که میفهمه دیگه لازم نیست کل زندگیشو فقط با یه نفر بگذرونه، یه نفس راحت میکشه و به زندگیش ادامه میده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. کاش عقلش
شیگارا با ناراحتی از هتل خارج میشه و با رفتن پیش دوستش جریانو میگه. اونم بهش میگه که خیلی آسامی دختر عجیبی بود و بهتره فاصلت باهاش حفظ کنی. اما خب اون قرار نیست بی خیال شه و شروع به تحقیق در مورد آسامی میکنه. اول به کلاس باله میره که آسامی اونجا سابقه داشته. کلاسی که حالا ترکیده و حتی درش هم تخته شده. مرد درو میشکنه و اونجا با یه مرد ویلچری در حال پیانو زدن آشنا میشه. غریبه سمتش میاد و شیگارو شروع میکنه پرسیدن سوال در مورد آسامی. لبخندی صورت غریبه میاد و از صحبتاش مشخص میشه که توی بچگی آسامی بارها به بدن این دختر دست زده بوده و حتی باهاش رابطه اجباری داشته. این مرد روانی یه بار برای لذت خودش با میله داغ زخمای روی پای آسامی رو که دیدیم به وجود آورده. خلاصه که شیگارو میفهمه آسامی برای کلاس باله به یه بار رفته و مدتی اونجا کار میکرده. خودشو به همون بار میرسونه و میفهمه اینجا هم تعطیل شده. یکی از همسایه‌ها داره رد میشه و در جواب شیگارو توضیح میده که صاحب اینجا خیلی وقت پیش به شکل وحشتناکی سلاخیش رو جونش از دست داد. پلیس وقتی اومدن یه گوش، یه زبون و 3 تا انگشت اضافه هم پیدا کردن که معلوم نشد برای کی بوده. این صحنه انقدری برای شیگارو ترسناکه که توهم همون صحنه قتل رو میزنه. در همین حال خونه این مردم میبینیم. انگار یه نفر میره داخلش و با سرعت همه جا از جمله عکساشون رو نگاه میکنه. در آخر میره سمت مشروب مورد علاقه شیگارو و میریم به سکانس بعد. شب شده و وقتی شیگارو به خونه میاد، یه پک مشروبش میخوره و کم کم سرش گیج میره و میوفته زمین. مشخصه یه نفر توی اون دارو ریخته بوده. در آخر از حال میره. تو همین لحظه خاطره یا توهم قرارش با آسامی رو جور دیگه به یاد میاره. آسامی تو اون قرار در مورد خانواده‌اش صحبت کرده بود. اینکه پدر خوندهش خیلی اذیتش می‌کرد و کتکش می‌زده. حتی دایی و خاله‌ش هم مدام اونو تحقیر می‌کردن، انگار اونها هم بهش تعرض می‌کردن. تو همین توهم شیگارو همسر خودش هم می‌بینه که بهش با اخم نگاه می‌کنه و میگه آسامی دختر خوبی نیست، سمتش نرو. صحنه عوض میشه و آسامی جلوی شیگارو وایساده. میدوه سمتش و به زور میخواد رابطه دهانه داشته باشه، اما یه رفعه آسامی به منشی شیگارو رو تغییر میکنه. یعنی دلیل رفتارهای عجیب منشی که همش از ازدواج صحبت میکرده این بوده که شیگارو رو به زور باهاش رابطه داشته و بعدم ولش کرده. دوباره صحنه عوض میشه و این بار دوست دختر پسرش که به خونهشون اومده بودن میبینیم. دختر میاد طرف این مرد تا رابطه داشته باشن و شیگارو رو به زور هلش میده عقب. یعنی حتی وقتی این دختر بچه رو هم دیده بوده بهش علاقه داشته، اما این دفعه کاری انجام نداده. باز اتاق عوض میشه. این بار پاش به همون گونی که تو اتاق آسامی بود گیر میکنه. از توی گونی مردی بیرون میاد که زبون، یه دونه گوش و 3 تا انگشتش نداره. التماس میکنه که گوشش رو طرف دیگه اتاق آسامی داره توی ظرفی بالا میاره. چرا باید این جمله رو به زبون بیارم من؟ وقتی اونو جلوی مرد میذاره با وله شروع به خوردنش میکنه. یه دفعه دختر بچه‌ای که میفهمیم همون آسامی تو دوران کودکیشه میاد کنار این مرد و نوازشش میکنه. به شیگارو میگه قول بده فقط و فقط عاشق من باشی. بالاخره توهمات تموم میشن و شیگارو تو واقعیت میفته زمین. آسامی از طرف دیگه خونه میاد سمتش و میبینیم سگ بیچاره رو هم کشته. آسامی روانی سرنگی آماده میکنه و با زدنش به زبون شیگارو باعث میشه نتونه بدنش هیچ حرکتی بده. اما بهش میگه عصبای بدنت الان کامل فعالن و هر دردی رو کلا حس میکنی. پیراهن مردو در میاره. بهش میگه من میدونم که اون تست بازیگاری رو کلا الکی تردید داده بودی. شما مردا همتون مثل هم کثیفید و سوزنهای متعددی رو به شکل دردناک تو بدن مرد میکنه. نوبت به صورتش میرسه. سوزنی رو تو چشمای مرد میکنه و بهش میگه حالا میفهمی که درد واقعی یعنی چی. برام تاکید میکنه که میخوام پسرت هم همینطوری آزار بدم. تو قول دادی فقط منو دوست داشته باشی، اما اون شب که رابطه داشتیم فهمیدم که پسرم داری و مشخص بود که عاشقمونم هستی. تو سکانس دردناک دیگه ای با یه دونه سیم پای چپ مرد رو هم مچ قطع میکنه. در حین این کار لبخند میزنه و عین خیالش هم نیست. حالا نوبت پای راستش میرسه و همین که میخواد ببرتش پسر به خونه برمیگرده. آسامی می دو طرفش شیگاه رو چشماشو باز میکنه. هنوز توی همون هتل کنار آسامی خوابیده. وقتی آروم میشه به دخترم میگه با من ازدواج کن و آسامی هم قبول میکنه. اما انگار این فقط یه توهمه که شیگاه رو توی ذهنش زده. شاید اگه اون شب تو هتل همچین کاری انجام میداد هیچ کدوم اتفاقا نمیافتادن. شاید نمیخواد باور کنه که آسامی یه دختر روانی و قاتله. دوباره به ادامه وحشت میایم. آسامی به پسر حمله میکنه و بهش اسپری یوشی میزنه، اما پسر جا خالی میده. با یه لگد دختر پله ها پرت میکنه پایین. از این سقوط استخونه آسامی میشکنن و انگار دیگه جونی نداره. در حالی که شیگاه رو هم تازه تونسته یکم حرکت کنه پسر به پلیس زنگ میزنه و اطلاع میده که سری نیرو بفرستن. میبینیم آسامی هنوز زنده است. شروع به صحبت با شیگاه رو میکنه. بهش میگه من خیلی منتظر زنگ زدنت بودم، میخواستم همیشه پیشم بمونی، اما فهمیدم تو هم مثل بقیه کلی آدم توی زندگیت داری و عاشق همشونی. در آخرم واقعا جونش رو دست میده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم آدیشن، فیلمی که میاد مرز بین واقعیت و رویا رو خیلی جاها حذف میکنه، به طوری که ما خودمون دو به شک میمونیم که این الان واقعی بود یا
الکی. حتی پایانش هم اینطوریه که به دو گروه آدم‌ها تقسیم میشن، یه گروه میگن همش توهم بود و یه گروه هم میگن نه واقعیت بود و اون لحظه‌ای که فکر می‌کردیم واقعی توهم بود. مهمترین صحنه‌ش هم همون جایی هستش که وسط اون شکنجه‌ای که دختر داره انجام میده یه رفعه توهم میادش و میبینیم که مرد با کنار اون دختر خوابیده و بهش میگه که با هم ازدواج کنیم و اینا، فکر می‌کنیم که همه چیز تموم شده، اما نه، این لحظه توهمه. این فقط یه لحظه‌ای هست که توی ذهن شیگارو میاد و اون میگه که اگه این کارو می‌کردم و اگه واقعا فقط اونو دوستش داشتم یا حتی بهش الکی میگفتم که پسرم هم دوست ندارم، شاید همه چیز تموم شده، همه چیز الان اوکی بود. چند تا نکته مهم هست که باید در مورد فیلم بدونیم. اولیش این که چرا اصلا اون دختر این کارا رو انجام میداد. این دختر توی دوران بچگیش توسط پدرخواندهش مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیره. پدرخواندهش پا نداشته. نمونه همون معلم باله‌ای که دیدیم. یعنی یه سری کلا میگن که اصلا رقص باله‌ای وجود نداشته. این پدرخوانده روانی بوده و این دختر رو مجبور میکرده که براش برقصه. لباس باله بپوشه و همینطور براش برقصه تا خودش رو ارضا بکنه. مورد دوم این که چرا اصلا این کارا رو با شیگاها رو انجام میداد. خب اینم واضحه. به خاطر اینکه همون شبی که با هم دیگه خوابیده بودن، وقتی که همه کارشون تموم میشه، کنار هم دیگه دراز کشیدن و آسام میفهمه که این مرد یه دونه بچه داره و همین توی ذهنش میاد که پس اگه یه پسر داره پس قطعا اونم دوست داره و الکی بهم گفته که فقط قرار عاشق من باشه. همین باعث میشه که یه رفعه بزنه به سیم آخر، دیگه روانی بودنش رو کنه و اون آخر فیلمی که دیدیم اتفاق بیفته. مورد بعدی در مورد کارگردان این فیلمه، یعنی تاکاشی میکه، کارگردانی که خیلی از فیلم‌های منزجرکننده سینمای آسیا رو ساخت، از جمله فیلم ویزیتور کیو، ایچی قاتل، دیگه چاقوی نکنامیرا، همه فیلم‌هایی که توی سینمای اسلشر یکی از حرفای اول میزنه. به خاطر اینکه بدون هیچ سانسوری میان خوشونت رو به نمایش میذارن و هر کدوم از خوشونت‌ها هم یه معنای خاصی داره. اما مهمترین فیلم این کارگردان همین فیلم آدیشن حساب میشه. به خاطر اینکه میاد یه خوشونتی رو نشون میده که کاملا معنا و مفهوم و سمبل پوشیده و میخواد نشون بده که یه دختر وقتی که بار تعرض، بار آزار جنسی میادش چقدر میتونه رویش خراب بکنه و چقدر حاضره که از همه آدم‌ها انتقام بگیره فقط برای اینکه اون خشم درونیش آروم بکنه. نکته دیگه فیلم، چرا آسامی همش لباس سفید میپوشه؟ این نکته خیلی مهمه. توی سینمای ژاپن و کره و چین لباس سفید به معنای پاکی و اینجور چیزا نیست، به معنای مرگ یا به معنای روح بودن. این دخترم همیشه لباس سفید میپوشه به نماد اینکه مرگ رو داره با خودش این ور اون ور میبره و مرگ روی دوشش سنگینی میکنه. نکته بعدی، اون آدمی که دیدیم توی گونی کی بود؟ به خاطر اینکه اصلا شیگارو تا حالا به اتاق آسامی نرفته و اصلا خبری از اون گونی نداشته، بعد چی بود اونی که ما دیدیم؟ اونم طبق معمول خیلی جاهای دیگه فیلم یه توهم بود. یعنی در اصل فقط شیگارو میدونست که یه آدم توسط این دختر انگاری کشته شده و سه تا انگشت و یه زبون یه دونه گوشاش نیستش. برای همینم هم تو ذهنش توهم زره بود که همین چیزی وجود داره و خب دیدیم که چه اتفاقایی هم میافت توی اون صحنه، ولی همش در اصل ساخته ذهن این مرد بود. به خاطر اینکه هیچ خبری از اتاق این دختر نداشت، اصلا نمیدونسته همین چیزی اونجا وجود داره. نکته آخر در مورد چند تا دیالوگ مهم توی این فیلمه. یکی از جمله‌های مهمی که آسامی میگه این میگه که کلمات دروغ میتونن بسازن، اما درده که میشه بهش اعتماد کرد. به خاطر اینکه اون درده از عمق وجود اون نمیتونه پشت خودش دروغ قایم بکنه. دیالوگ بعدی اینه، میگه که فقط درد و رنجن که باعث میشن تو بفهمی کی هستی و واقعا هم راست میگه، یعنی خودش رو داره انگاری مثال میزنه و میگه همه اینا باعث شده که من بفهمم چقدر خشم و درونیمو میتونم پیاده بکنم، باعث بفهمم چه آدم روانی و قاتلی هستم. این برای همه هم انگاری صدق میکنه و همه میتونن که با اون درد و رنج بفهمن حقیقت درونیشون چیه، هر چقدر هم که این حقیقت تلخ باشه و نخوان قبولش بکنن ولی تو واقعیتشون وجود داره. و یک دیگه از مهمترین دیالوگاش هم توی یه توهم هستش، داره بهش میگه که من هیچ وقت ناراحت نبودن رو حس نکردم، بخاطر اینکه کل زندگیم ناراحت بودم. میگه I have never felt unhappy because I have been unhappy all the time. میگه که من هیچ وقت نتونستم حس کنم که ناراحتم، به خاطر اینکه تو کل زندگیم همیشه ناراحت بودم. این خیلی جمله قشنگه. به خاطر اینکه شما وقتی که خوشحال باشی، اگه اون چیزی که باعث خوشحالی تر رو از دست بدی، اون موقع میفهمی ناراحتی یعنی چی. ولی وقتی که از اول زندگیت خوشحال نبودی، هیچ وقت نمیتونی حس کنی که ناراحتی. این دیالوگ به شدت زیبا و قشنگه. یعنی میتونی کل زندگیتو باهاش بیان بکنی. این یعنی اینکه هر وقت حس کردی ناراحتی، بعد به این فکر کنی
که چی بوده که از دست دادی که ناراحت شدی. این باعث میشه خیلی قشنگ بتونی خودت آنالیز بکنی. یه وقتایی هستی و میگی دلم گرفته نمیدونم چمه. با درک کردن این جمله قشنگ میفهمی دلیل این حال چیه و چه جوری باید حالت خودت خوب بکنی. دیگه همین، آدیشن خیلی فیلم خفنیه، درسته خیلی اسلشر صحنه گور یا خشونت آمیز زیاد داره و کارگردانش هم کلا تو کار اینجور فیلماست، اما خیلی سمبل مفهومی زیادی پشتشه. برای همینم هم به نظرم یه بار ببینیدش. دیالوگاش فوق العاده زیبا ان، صحنه های خیلی قشنگی داره، بازیگرش هم که ترکوندن انقدر خوب بازی کردن. خیلی دوستتون دارم توی کانال زاپاس جوین بشید. لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.